سینا ولی‌الله هستم و با برنامه چند شنبه برای یک ساعت باهاتون کار دارم. پس جایی نرید، ریموت کنترل هم بذارید کنار که یه وقت خدای نکرده دستتون نخوره کانال عوض شه. بچه‌ام پاشین برین بگیرین بخوابین دیگه، بسته، فردا مدرسه دارین. اگه خواستین میتونید تکرار برنامه رو ببینید. یکی از دوستا کامنت گذاشته بود که شما خودتون میگین این برنامه مال بچه‌ها نیست، بعد اون وقت تکرارش رو ساعت 6 بعد از ظهر گذاشتین. البته راست میگه، ولی یه چیزی رو باید در نظر بگیره. بچه‌ها هر چیزی رو که تلویزیون نشون میده رو که نباید ببینن. ممکنه ساعت 6 عصر ما نصف شب یه جای دیگه باشه. اگه بچه‌ها بخوان اون چیزا رو ببینن، چون ساعت 6 بعد از ظهر ماست که کلامون پس معرکه است. حالا بعداً میریم سراغ بخش کامنت‌ها. اما بذارین بهتون بگم من امروز روزمو چجوری شروع کردم. از خواب پا شدم، یه دوش گرفتم، کلاگیس و دندون مصنوعیم و دستگاه صدا کلوفونم رو کار گذاشتم، رفتم سراغ صبحونه. همینطور که داشتم صبحانه میخوردم یهو رفتم سراغ یوگا، یا بهتر بگم یوگا اومد سراغ من. البته نه اینکه شروع کنم پامو به دور گردنم گره بزنم و از این کارا، نه، آدم که وقت غذا خوردن از این کارا نمیکنه. من در واقع راستشو بخواین داشتم فیسبوک و اینستاگرامو چک میکردم. اونجا بود که از هر سه تا پست دو تاش عکسای مربوط به یوگا بود یا یه مطلب راجع به اون. بعد از اینکه همه در طراحی دکوراسیون، طراحی جواهرات و طراحی مانتو به درجه استادی و تعالی رسیدن، حالا نوبت یوگاست. هر کیو میبینی پاشو از پشتش آورده تو حلقش، داره به خورشید یا به دریا یا به ساحل سلام میکنه. چه سلام علیک سختی هم هست. حالا اونش به کنار، بعضیا تو این وضعیت گره خورده عکس هم از خودشون میگیرن. این دیگه فکر کنم یه دو سه تا لول از تکنیکای یوگا هم بالاتره. حالا یوگاکارای حرفه‌ای بهشون بر نخورا، دارم شوخی میکنم. اصلا دارم اونایی رو میگم که واقعا یوگاکار نیستن و فقط عکساشو میذارن این بر اون ور. مگر یه یوگاکار یا یوگاییست واقعی که وقت نداره از خودش عکس بگیره. اینا رو راجع به یوگا گفتم که این ویدیو رو نشونتون بدم. این ویدیو چند هفته پیش تو اینترنت پخش شده و 13-14 میلیون بار دیده شده. یه دختر خانم نازه که بعد از روشن کردن شمع‌هاش، قبل از اینکه شروع به یوگا بکنه، دست به یک سری حرکات محیرالعقول میزنه. ببینید. البته دست زدن نداره، مردم آتیش میگیرن که دست زدن نداره که. این کارشناس یوگا هم توی اتاق فرمان میگه که یوگیسته، یوگاییست نیست. حالا اسم انگلیسیشه، ما یه اسم فارسی واسش خواستیم درست بکنیم بگیم. حالا شما به بزرگواری خودت ببخش، تب گرفتاری شدیم. این ویدیویی که دیدین تو تمام برنامه‌های خبری و غیر خبری دنیا، تو اینترنت، هر جا که فکرشو بکنین سر و صدا کرده، همه راجع بهش حرف زدن. دختری که با سر و ته قر دادن خودش رو به آتش کشید، رقص آتش، شعله‌های رقصان و کلی از این تیترهای عجیب و غریب. نکته مبهم این بود که هیچ کس از باقی ویدیو خبر نداشت و سرنوشت دختره هم مبهم بود. همه می‌خواستن بدونن که این دختره الان وضعیتش چیه، زنده است، مرده، سوخته، خاموشش کردن و هزاران سوال دیگه. این خارجی هم که مثل ما نیستن که مثلا ببینیم یکی آتش گرفته سری با موبایل ازش فیلم بگیریم. این ابلها نگران میشن، سعی میکنن طرف رو نجات بدن. خلاصه همه خودشونو کشتن ببینن چی شده و چجوری میتونن از سلامت خانم باخبر شن. حالا شما هرس نخورید، اعصاب خودتون رو خراب نکنید، من به شما میگم چی شده، ولی باید یکم صبر کنید. اما چند تا توصیه دارم واسه شما دوستایی که میخواین یوگا کار کنید. اگر میخواید، البته این کارهایی که این خانم داشت میکرد به یوگا ربطی نداشت، فکر میکنم داشت خودشو گرم میکرد واسه شروع کار. اگر میخواین برای
گرم کردن خودتون قبل از یوگا، از این کارا بکنید، یا حالا حتی اگر همون کارهای یوگا رو میخواین انجام بدید و از در یا مشابه در آویزون بشید، حتما از قفل بودنش مطمئن باشید، اطمینان حاصل کنید. اول تمرین کنید، بعد شمع روشن کنید، اینجوری خطرش کمتره. شمع اول آدم روشن نمیکنه که بعد بره تمرین کنه، که ممکنه این دفعه هم خودتو آتیش بزنه هم خونه رو. روی لبه بلندی یا پرتگاه به هیچ کس سلام نکنید. خورشید که سهله، حتی باباتون هم اگر اومد جوابشون ندید، چون ممکنه سلام و خداحافظیتون یکی بشه. ممنون از اینکه با ما هستید، همراه ما باشید. عکس ها و فیلم ها و مطالبتون رو با ما در فیسبوک و توییتر و اینستاگرام به اشتراک بذارید. من از همشون استفاده میکنم. هشتگ یادتون نره، هشتگ چند چنبه، هشتگ فارسیوان و هشتگ سینا ویلج. اینا هشتگ های مورد علاقه منه، هر هشتگ دیگه هم خواستین اضافه بکنید. موضوع برنامه همونطور که هفته پیش قول دادم، زن و مرد و تفاوت ها و شباهت هاشونه. همینطور که هممون میدونیم، و زن و مرد هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ، عین همن از همه نظر، چون فرقی هم ندارن پس شوخی هم نمیشه کرد باشون. برای همین برنامه این هفته در اینجا به پایان میرسه و تا هفته بعد و موضوع دیگه. چی؟ منظور چیه؟ جدی؟ واقعا؟ من واقعا فکر میکردم فرق زن و مرد فقط تو لباس پوشیدنشونه. ببخشید دوستان، معذرت میخوام، من مثل که خوب توجیه نشده بودم و یه چند لحظه به ما وقت بدین، من در ادامه برنامه در خدمتتون خواهم بود. ببخشید. نه بابا، نه اصلا امکان، یه لحظه امکان نداره، امکان نداره. این حرفا چیه راجع به خانم ها میزنی؟ این فیلم ها و ویدیو ها رو از کجا آوردین؟ اینا همه به نظر من فوتوشاپه، فوتوشاپ محض. چی؟ فوتوشاپ؟ فوتوشاپ فقط مال عکسه؟ مطمئنی؟ بابا من دیدم همه فیلم و صدا و کلا هرچی که میخوان تکذیب کنن میگن فوتوشاپه. واقعا فوتوشاپ فقط مال عکسه؟ من نمیدونستم. ای بابا، حالا اشکال نداره. خب پس بریم سر موضوع برنامه دیگه، فرق خانوما و آقایون. یکی از اولین نکاتی که میشه بهش اشاره کرد راجع به تفاوت خانوما و آقایون اینه که هیچ کس بیشتر از خانوما قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نمیکنه. هیچ کس، هیچ کس. البته میگم هیچ کس، یک کم بی‌معنیه، چون به جز خانوما دیگه کسی نمیمونه. فقط آقایون هستن که اونام قانون سرشون نمیشه. اما از اون طرف همیشه یادتون باشه هر چیزی تو دنیا حداقل دو طرفو داره. حالا اینجا اون طرفش تصادفات خانوم هاست که بازم هیچ کس به اندازه اونا رکورد نداره. من یکی از بهترین راننده هایی که تو زندگیم دیدم مادرم بوده. از در پارکینگ که می اومدیم بیرون، یه ور ماشینو میزد به در پارکینگ. اینجا تازه داستان شروع میشد، تموم نمیشد که، اینجا تازه شروع میشد. میرفتیم تو خیابون، پشت چراغ قرمز خاموش میکرد، بوق میزدم پشتش، یه دفعه تیکاف میکرد، میپرید اون بره چهارراه. تو سربالایی بسته به اینکه کدوم بری بریم، اگه مسیر رو به بالا بود که باید بیخیالش میشدیم، از بس خاموش میکرد محال بود برسیم اون بالا. اگه مسیر رو به پایین بود که لنت ترمز ماشین آتیش میگرفت. کلا حرفم که میزدی یه تو دهنی قشنگ و ناز داشتیم تا برسیم خونه. میرسیدیم خونه، قشنگ با یک مالش ناز اون بره ماشینم یه خطاطی قشنگ میکرد و به سلامت میرسیدیم خونه خوب و خوشحال. اما برعکس خانوما، آقایون زیاد هم پابند قوانین نیستن. حالا میخواد قوانین راهنمایی رانندگی باشه یا قانون زناشویی.
یا هر قانون دیگه، حالا فرقی نمیکنه، کلا پابند قانون نیست. البته تقصیر آقایون هم نیست، تقصیر این سریالاست، بیچاره ها بیگناهن. ولی یه نکته مثبت دارم، اونم که دست فرمونشون خیلی خوبه، کمتر هم تصادف میکنن. اگر تصادف هم داشته باشن 100% به مرگ ختم میشه و دیگه فرصتی هم نیست که بخوایم تقصیر رو بنزیم گردنشون. خیلی ساده. البته یه چیزی رو من اینجا اضافه بکنم، خانم ها عقل دارن تصادف کنن، بیچاره ها خب هزار تا کار دارن دیگه، بیکار که نیستن موقع رانندگی بخوان به رانندگی توجه کنن. موقع رانندگی هزار تا کار مهم دیگه دارن، تنها چیزی که بهش توجه ندارن و حق هم دارن اونم همون رانندگی. تلفن حرف میزنن، مسیج میدن، فیسبوک که خیلی مهمه حتما باید چک کنن موقع رانندگی، آرایش حتما باید بکنن، این آینه ماشین رو بکشن پایین و آرایششون رو انجام بدن، خودشون رو چک کنن، بعد از اینکه خودشون رو چک کردن آرایششون کامل بود از خودشون عکس بگیرن بفرستن رو فیسبوک یا اینستاگرام. از این عکس اردکی ها که مد شده، آواز میخونن، میرقصن. با بقیه راننده ها دعوا میکنن دیگه، جونم واسه تون بگه شماره میگیرن، اگر احیانا شماره نگیرن بر اساس قیافه طرف، فوش و فوشکاری حتما با شماره دهنده دارن که از کارهای خیلی واجبه، خیلی واجب، نمیتونن که بدون حرف زدن بگذرن از کنار اون علنگ بی سر و پایی که میخواست مزاحم بشه. اگه جواب ندن میترسن خدایی نکرده یه وقت مردا فکر کنن زبون ندارن. تازه کلی هم تعارف بیجا میکنن، مثلا تو ورودی یه اتوبان تا اتوبان کامل خالی نشه زشته اگه راه بگیرن برن تو اتوبان، که باید صبر کنن خالی شه. خب دیگه به درخت یا در پارکینگ زدن که گناه نیست که، جایزه و تشویق هم به نظر من به این دوستان با این کارهایی که انجام میدن موقع رانندگی باید بدیم، باید بهشون اسکار بدیم برای رانندگی. به خدا حقشون رو خوردن. حالا اینا رو گفتم راجع به فرق تصادف کردن خانم ها و آقایون، این رو بگم که تصادف کردن خانم ها در حد در پارکینگ و درخت و تیر چراغ برق و جوبه. بعد از این تصادفات هم معمولا خانم ها رو میبینی که بایستادن گوشه ماشین رو دارن گریه میکنن، همه هم پشت سرشون، جلوی روشون، پهلوشون، این بر اون و هر جا که برسن راجع به رانندگیشون و اینکه رانندگی بلد نیستن صحبت میکنن و مسخرشون میکنن. ولی تصادفات آقایون رو هیچ کس راجبش صحبت نمی‌کنه، هیچ کس ها. من اصلا تا حالا ندیدم کسی راجب تصادف آقایون صحبت بکنه. البته این برمیگره به اعتقادات ما، چون ما عادت داریم که پشت سر مرده نباید زیاد حرف بزنیم. حالا جدا از این حرفا، واقعیت دقیقاً برخلاف حرفای ما مرداست. طبق آمار دقیق و مستند، تصادفات مردها هر ساله 2.5 برابر خانم هاست. یعنی اگه خانوما 10,000 بار تصادف کنن، آقایون 25,000 بار تصادف میکنن. جنگل جاییه که مرز رویا و واقعیت از بین میره. از دورفک تا جنگل ابر، فندقلو تا گلستان، جنگل ها بزرگترین سرمایه های طبیعی ما هستن. اما متاسفانه آتش سوزی و قطع بی‌رویه درختان سالانه 2% از کل جنگل های ایران رو نابود میکنه. سهم من تو حفظ این طلای سبز چیه؟ سهم تو چیه؟ به ما بپیوندید و عکس های خودتون رو از جنگل های ایران برای ما بفرستید. کردنم از اون نکات پر تفاوته. خرید کردن آقایون کاملا اجباریه، یعنی ببین چی شده که طرف حاضر شده بره خرید، وقتی هم که رفته انگار رفته مسلخ، هر فرصتی رو برای فرار مغتنم میشماره، عین فشنگ میره جنس مورد نظر رو میگیره الفرار. اکثر فروشگاه هم دقت بکنید جنس های مردونه رو همون جلو در گذاشتن، آقایون برن بردارن و بزنن به چاک. خانوما وقتی میرن خرید میرن توی پاساژ قرص سردرد بگیرن، مگه دیگه بر میگردن خونه؟ کل پاساژ و مرکز خرید رو 7 بار بالا پایین میکنن.
7 بار بالا پایین میکنن، کل مغازه رو تا تو صندوق پول رو هم چک میکنن، کل لباسا رو پروف میکنن، پشت ویترین کل جواهر فروشی ها حداقل هر کدوم 45 دقیقه دونه دونه انگشترا و گردنبندا رو بررسی میکنن که مشکلی توی ساختشون نباشه، و بعد از 10 ساعت بدون قرص سردرد برمیگردن خونه. خانوما و آقایون یه فرهنگ لغات هم دارن که کاملا متفاوته. مال خانوما رو ویدیوشو داریم، با هم ببینیم. Hey, are you golfing today? Yeah. It's the second time this week. But you said it was fine. It is fine. It's perfectly fine. Are you confused by female behavior? Wish you had a translator to understand what she means? Well, you're in luck. Introducing the Manslator, a revolutionary device that translates woman language into simple man words. Finally, the power to know what she means. Okay, cool. Let me just check with my wife. Hey, babe, a tea time opened up later. You mind if I go? Fine. If that's what you want to do. No go! Stay home! On second thought, I think I'll just stay here with you and watch The Notebook. Aww. How sweet. Now that's more like it. The Manslator uses emotion deciphering technology to help you out of the toughest jams. Hey, is everything okay? You sound upset. Why would I be upset? Forgot anniversary, jerk! Oh, no way! Happy anniversary, babe. You remembered. Come on, of course I did. Thanks to the Manslator's patented FemLogic processing chip, now any man can decode statements like, Are you wearing that? You change, now! Hey, do you want to get some coffee? Me want coffee! Do you think she's pretty? You think she prettier than me? Aw, you're such a good friend. Me never date you! I'm fine. Me not fine! I'll be ready in 5 minutes. Me ready 30 minutes. Do whatever you want. You know do what you want. Could you rub my shoulders a little bit? No, hanky panky. Only massage. Be serious. اما فرهنگ لغات آقایون. جمله این بار دیگه چی کار کردم؟ معنیش این بار دیگه چجوری موچمو گرفتی؟ جمله چه چاله بد چی شد؟ معنیش یعنی هنو داری حرف میزنی خب لال شو دیگه. جمله نتونستم پیداش کنم معنیش شیء مورد نظر بیشتر از 1 متر با من فاصله داشت و من حوصله نداشتم پاشم. جمله من برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم معنیش یکم فرصت داری یه خالی بندی جور کنم. تیم نویسنده های ما در رابطه با موضوع برنامه تحقیقاتی کردن که یه خلاصه ای ازش رو به من دادن تا من براتون بگم. یکی از رازهای زندگی مشترک طولانی اینه که هر هفته به یک رستوران زیبا برین و در زیر نور شمع یک شام شاعرانه رو صرف کنید. البته یادتون باشه جدا از هم باید باشه. اگر خواهان ثبات و دوام در زندگی زناشویی هستید، باید در زمانی که اشتباه میکنید سریعا اعتراف کنید و در غیر این صورت ساکت باشید. چیزی نگید. یه زن خوب زمانی که اشتباه میکنه همیشه همسر خودشو میبخشه. تحقیقات نشون داده که فقط 20% مردها عقل دارن، 80% باقی زن دارن. مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج میکنن، بر اثر کمبود حوصله طلاق میدن، ولی نکته جالب اینجاست که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج میکنن. مردها سه تا آرزو دارن. این حساب کتاب من میکنم. سه تا آرزو دارن اونقدر که مامانشون میگه خوشتیپ باشن، اونقدر که بچهشون میگه پولدار باشن، و مهمتر از همه این که اونقدر که زنشون شک داره دوست دختر داشته باشن.
بیشتر مردا موفقیتشون رو مدیون زن اولشون هستن و زن دومشون رو مدیون موفقیتشون. یه ضرب المثل آموزنده است که میگه مردن برای زنی که عاشقشی از زندگی باهاش آسون تره. زمانی که یه زن با مردی ازدواج میکنه انتظار داره که اون تغییر کنه، ولی خب اینجوری نمیشه. زمانی که یک مرد با زنی ازدواج میکنه مطمئنه که اون زن تغییر نمیکنه، ولی اینطوری میشه. یه زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کنه. یه مرد اصلا نگران آینده نیست تا زمانی که زن میگیره. یه مرد موفق مردیه که درآمدش بیشتر از مبلغی باشه که زنش خرج میکنه. یه زن موفق هم زنیه که بتونه یه همچین مردی رو پیدا کنه. برای اینکه با یک مرد شاد باشین باید اون رو کاملا درک بکنید و کمی هم دوستش داشته باشین. اما برای اینکه با یک زن شاد باشین باید اون رو کاملا دوست داشته باشین و اصلا سعی نکنید که درکش کنید. مردان متأهل بیشتر از مردان مجرد عمر میکنند و در عوض مردان متأهل بیشتر آرزوی مرگ میکنند. زن خوب مثل دایناسور میمونه که نسلش منقرض شده، ولی مرد خوب مثل سیمرغ میمونه که از اول افسانه بوده. یه بخش اونور آبگونه داریم که در واقع میریم سراغ لیت نایت شوهای آمریکایی یا خارجی یا اونور آبی که اسم بخش برنامه رو بر اساس هم گذاشتیم دیگه، اونور آبگونه. ویدیوهای جالبی رو براتون انتخاب کردیم، از این نوع برنامه ها براتون نشون میدیم که بیشتر با سبک و سیاق این نوع برنامه ها آشنا بشین. حالا ممکنه ما نتونیم خیلی از این کارا رو توی برنامه چند شنبه انجام بدیم، ولی امیدواریم که در آینده این اتفاق ها هم در برنامه ما بیفته. اما داستان چیه؟ اول برنامه یارتونه که داشتم راجع به اون دختر خانومی که تو ویدیو دیدید خودش رو به آتش کشید و در واقع خودش رو فدای غیر دادن کرد صحبت میکردیم و گفتم بعدم بهتون میگم چه اتفاقی براش افتاده. اینجا میریم سراغ جیمی کیمل که یکی از مجریان لیت نایت شو معروف دنیا هست و یه تیکه از برنامه اون رو میبینیم. اون توی اون برنامه راجع به این مسئله به طور مفصل صحبت میکنه. رفته طرف رو پیدا کرده، بالاخره با هزار بدبختی دعوتش کرده، باهاش قراره که از طریق اینترنت از طریق اسکایپ صحبت بکنه و از چند و چون ماجرا با خبر بشه که ببینه اصلا چرا ویدیو وسطش قطع شد، آیا دلیل خاصی داشت ویدیو قطع شد، چرا داشت اصلا این کارو انجام میداد، چرا آتیش گرفت. بریم ویدیو رو ببینیم، فکر میکنم جالب تر باشه. I think most people are wondering why the video stopped so suddenly. It seemed like there was more to see. Why did it stop there? It got a little intense, but I do have the rest of the footage. Yes, you have provided us with the rest of the video. But excuse me for one second. Sure. And yeah. Okay. Okay. All right. How you doing? Good. How are you? Now, should we show the full director's cut? I think it's time. I think it is time too. Yeah. Let's roll that. Conspiracy theorists on the internet who thought the video was fake. You were right. It was fake. We made it up. I'm also the guy who bit Charlie's finger, by the way.
We shot that video 2 months ago, and we posted it on YouTube. We didn't send it to any TV stations. We didn't. I didn't tweet it. We didn't put it on any news websites. We just put it on the internet, on YouTube, and let the magic happen. And the magic happened. It got 9 million views in a week, in less than a week. And well, your name isn't even Caitlin, is it? Tell everyone your real name. My name is Daphne Avalon, and I am a stunt woman. You're a stunt woman, and we swore Daphne to secrecy. You couldn't tell anyone, but did your any of your family or friends see the video and then wonder what you were doing in it? Everyone saw it. I got numerous, like, Facebook, you know, texts. Did any of them think it was real when they saw you in it, knowing you're a stunt woman? My ex-boyfriend from high school sent me, like, this worried Facebook message, like, oh, my gosh, I saw this video. It looks like you. Are you okay? Like, you think he's still in love with you? No, I don't, maybe. I don't know. We got a lot of interview requests for you sent to our YouTube channel, and we didn't respond to any of them. And even though the video was fake, that did not stop hundreds of news outlets from showing it. Some people even blamed Miley Cyrus as if this was her fault. But this... خب ببینید چه جوری اینترنت همین اینترنت زندگی همه رو تغییر داده. ببینید مردم چه جوری خودشون رو اسیر و عبیر اینترنت میکنن و خبرهایی رو که ساخته آدمهای معمولیه یا حتی آدمهایی که با اهداف مختلف این خبرها رو پخش میکنن تو اینترنت، ما گولشون رو میخوریم و تحت تاثیرش قرار میگیریم. خیلی هم جدی. چند تا نکته یا در واقع سوال هست که خانوما از همسراشون میپرسن که در واقع قمار بین مرگ و زندگیه. یعنی در واقع این سوالا رو میپرسن که بهانه داشته باشن واسه اینکه کله شما رو بکنن. حواستون رو جمع بکنید و حد الامکان سعی کنید جواب ندید، یا اگه جواب میدید خیلی فکر شده باشه. مثلا خانم، حالا البته شما خبر ندارید چون شما از سر کار اومدی خونه، خانم تشریف بردن آرایشگاه و کلی تغییرات درشون به وجود اومده، ولی خب تغییراتی که خودشون میدونن، مثلا رنگ مو رو مثلا 2 درجه روشن کردن، 1 سانت کوتاهش کردن، یه گوشش هم مثلا کج کردن. میاد جلوت وای میسه میگه متوجه تغییری در من نشدی؟ هی نگاه میکنی لنز گذاشتی؟ لباست نوعه؟ چون برخلاف تصور اونا این 1 سانتیمتر تغییر مو اونقدر به چشم نمیاد، چون مگه اینکه حتما هر بار با خطکش اندازه‌گیری کنه. این یکی از اون جواباییه که خیلی براتون گرون تموم میشه اگر درست نتونید بهش جواب بدید. یعنی از اون سوالاتیه که جواب ندادن بهش خیلی گرون براتون تموم میشه. میخوایم بریم مهمونی، خانمه میره توی اتاق یا توی کمد یا حالا هر جایی، بالاخره بعد از 2 ساعت تشریف میارم بیرون، میگه به نظر چجوری شدم تو این لباس؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان حرف احمقانه ای نزن. بگو که خیلی خوب شدی، چون اصلا اهمیتی نداره واسش که تو چی میخوای جواب بدی، تو باید بگی خوب شدی. حالا فرق نمی کنه اگه خوبم نشده، بگو عالی شدی عزیزم، واقعا فوق‌العاده است. چیز دیگه ای نگو، چون اگه بگی بد شدی، بعد اون وقت بعد بگی که چرا اون بعد بریم چرا چین بد شده، کجاش بده، چیش بده؟ مگه دیگه بل نمیکنه که. اما اول بگو خوب شدی، قال قضیه رو بگو. یه مدل دیگه داره
که از اتاق میان بیرون خودشون یه کوچولو ناراضین چون تو آینه دیدن خودشونو. خب دنبال تایید میگردن، مثلا میاد بیرون میگه من تو این لباس به نظرت یه کم چاق نیستم یا چاق نشون داده نمیشم؟ یه موقع نگی آره ها، یه موقع نگی آره، بکن نه عزیزم آینه ایراد داره یا چشات خسته است، به هیچ عنوان قبول نکن. یک سوالی که اینا معمولا در مهمانی ها اتفاق میفته، نشستی مثلا همه دارن میگن میخندن اینا و یه خانومی هم حالا مثلا اونجاست یه مقدار ممکنه جذابیت ظاهری داشته باشه و داره میره، تو هم مثلا همینجور یه نگاه کردی. اینجاست که البته اینجا اتفاقات بانمک هم زیاد میفته، معمولا اگه یه همچین اتفاقی بیفته توی مهمونی هست، اینجاست که دیگه زنت مثلا از سر کولت میره بالا، بغلت میکنه، میبوستت، نازت میکنه، نوک دماغتو مثلا چک میکنه، واگو یعنی انقدر مورد توجه واقع میشی اون لحظه به دلیل اون یکی خانومه که اونجا وایساده که باید مواظب باشی گول نخوری یه موقع تو تله بیفتی، چون اینجا مرحله بعدیش این سوال است. به نظرت اون دختره که اون گوشه وایساده خوشگلتره یا من؟ یا اگه خیلی زرنگ باشن میپرسن به نظرت اون دختره خوشگل نیست؟ یه جوری هم میپرسه که تو هم فکر میکنی که مثلا اینم به نظرش هم موافقه با تو خوشگل، میگه آره خیلی خوشگل. تموم شد، تموم شد، مردی. یه سوالاتی از خانما وقتی عصبانیان میپرسن که به هیچ عنوان دنبال جوابش نیستن، اصلا لازم نیست جواب بدی، لال وایس یه گوشه فقط سرتو بیار پایین و بعضی مواقع کج کن، چون جوابشو میدونن. مثلا اینجوریه که آخه تو شعور داری، فهم داری، تو این چیزا حالیت میشه، تو اون چیزا حالیت میشه، تو این کارا رو بلدی بکنی، تو اصلا لازم نیست که اینجا بگی بله بله من بلدم اونو، نه آره نه این یکی، نه اصلا اینجا اصلا هیچی نگو، چون اینا دنبال جواب که نیستن، اینا هرچی جواب بدی بدتر میشه، بهتر سکوت کنی بذاری اونا همه اینا رو خودشون سوال کنن، جوابم تو ذهنشون دارن، بی خودی تو خودتو خسته نکن. یکی دیگه هم هست که این خیلی البته مار موزیانه تره، به این صورته که دعوا شده و خانم خونه عصبانیه، بعد از اینکه حالا کلی فوش و فوشکاری تو مرحله اول انجام شد، برمیگرده میگه برو گم شو از جلو چشم، اصلا نمیخوام ببینم، نمیخوام اون ریخت هیکلتو ببینم، برو برو تنها بذار، برو خسته شدم. خب دیگه تو هم داری حرف گوش میدی دیگه، راه میفتی بری، یعنی قدم اول رو که بر نداشتی، برمیگرده میگه ای رفتی، اصلا برات فرقی نه، تمام شد دیگه، دنبال بهانه بودی بری. این مواقع شما همچون یک درخت خوش شده تو هم اتاق وایسا، گفت برو نرو، گفت بیا هم تکون نخور، همونجوری وایس، چیکاری وایس، بذار آروم میشه دیگه. اینا نکات خیلی ریزیه که به قیمت زندگیتون تموم میشه، یه خورده روش دقت داشته باشید تا عمر بیشتر و زندگی طولانی‌تری داشته باشید. تحقیقات نشون دادن زنان در روز 7000 و مردها 2000 کلمه رو در حرف زدن استفاده میکنن. اما دلیلش چیه؟ دلیلش رو من خدمتتون عرض میکنم، زیاد ذوق نکنید. دلیلش اینه که اگر ما آقایون حرف تو گوشمون میرفت، همون بار اول حل بود، انجامش میدادیم، دیگه لازم نبود اونا 3 یا 4 بار تکرارش کنن. که یه نکته باحال دیگه هم اینه که زنا 2 سال از عمرشون و مردا 6 ماه از عمرشون رو جلوی آینه میگذرونن. در عوض مردا تمام عمرشون رو جلوی تلویزیون برای بازی کردن و پلی استیشن و فیلم دیدن صرف میکنن و زنا 2 سال، تا اینکه فارسیوان اومد و دیگه کسی از جلوی تلویزیون بلند نشد. اما مهمون این هفته برنامه ما، مهمون این هفته برنامه ما یه فیلم سازه، اما تخصص داره. تخصصش چیه؟ تبلیغات. یک فیلم ساز هنرمنده که تخصص داره در کارهای تبلیغاتی، علی آذرمی. خیلی خوش اومدید.
سلام علی جون، چه خبر؟ مرسی، خیلی ممنون. همه چی خوبه؟ عالی. علی از اون آدم هاست که اگر حالا ما که کارشو میدونیم چی، اگر احیانا دکتر جراح مغزم بود کسی باور نمیکرد به خاطر تیپ و قیافش. یعنی تیپ و قیافش منم باور نمیکنم. نه به خدا، یعنی اینقدر مشخصه که کارت چیه که اصلا لازم نیست خودتو معرفی کنی. شده تا حالا کسی ازت بپرسه کارت چیه؟ چرا؟ خود الان پرسیدی. من کی پرسیدم؟ که از اول میدونستم که چرا میپرسم؟ البته چون کلا دارم سرم هست، معلوم میشه که توی کار هنری باید باشم. کلا معمولا اگه سرت باشه تو کار کلا برداری یا کلا گذاشتن سر مردم میتونی باشه. یا سرم گذاشتن من. یا سرت گذاشتن. چه جوری شد اصلا وارد کار فیلم؟ از اولش بریم، چون میدونم که علاوه بر کار فیلم سازی، علاوه بر کار تبلیغات، در زمینه نقاشی، عکاسی و باقی هنرها هم دستی داری. کدومش اول شروع شد؟ والا اشتباها شروع شد. در کدومش اول؟ از سن 18 سالگی من در فکر بودم که چه کار کنم، چون زیاد اهل درسای معمول نبودم. بعد یکی از دوستام رفته بودن توی مؤسسه هنری طراحی که به من این پیشنهاد دادن، منم رفتم تو همون رشته بدون اینکه بدونم اون در واقع چی هست. هیچ استعدادی، هیچ اصلا سابقه نداشت مثلا کار هنری کرده باشی؟ همون کار هنری که هر کی مثلا تو مدرسه مثلا درس نقاشی بوده و اینا. بله، ولی از لحاظ درس فنی نه، تجربه قبلی نداشتم. بعد در طی این رشته دو ساله که رشته حرفه‌ای بود، در رشته‌های طراحی و اینا، بعد یواش یواش من فهمیدم اصلا موضوع چیه. خب بعد از اون رفتم توی ادامه دادم، نمیخواستم تموم بشه، در دانشکده رشته هنر زیبایی ادامه دادم. هنرهای زیبا و در رشته های نقاشی و عکاسی بیشتر. تو ایران درس خوندی؟ نه، اینا همه خارج بودن. کدوم خارج؟ در انگلیس. از انگلیس؟ من 12 سالم بود که از ایران رفتم. رفته بودیم قطر. بعد مدرسه. چند سال پیش میشه اگه میخوای لو بدی سنتو؟ اوائل 1970 بود که از ایران رفتیم. بعد رفتیم قطر چون پدرم مستشار سیار بود در منطقه خاورمیانه. معمولا کسایی که کار تبلیغاتی انجام میدن مستقیم وارد کار تبلیغات نمیشن، یعنی کارگردانن، فیلم بردارن، یک کار تولیدی یا یک کاری در زمینه فیلمسازی انجام میدن، بعد تصمیم میگیرن برن تو کار تبلیغات چون پولش خوبه. اصلا کار تبلیغاتی واسه کسایی که تو رشته‌های هنری هنرهای زیبا بودن یه توهین کار بود. ننگی بود. بله. و ولی این اوایل 1980 بود که همون زمانه که فیلم های تبلیغاتی و شرکت های تبلیغاتی تو اروپا و تو انگلیس مخصوصا خیلی رشد سریعی داشتن و مقامشون رفته بود بالا. یه جنبه جدیدی فکری پشتش بود. بله، یعنی شده بود مثل اینکه در فیلم های تبلیغاتی شده بودن یک فیلم های کوچیک سینمایی، در واقع شورت فیلم، در واقع کوتاه می ساختن که داستان داشتن و این جلب توجهی که کرده بود و نفراتی که این طرح تازه، روش تازه به کسایی که مثل من تو رشته‌های هنری دیگه بودن جلب توجه جدیدی شد که مردم، هنرمندا از جای مختلف وارد تبلیغات شدن. کار فیلمسازی رو، از کار فیلمسازی بگو، چه فیلم‌هایی رو توش، فیلم کوتاه، فیلم بلند، حالا بجز کار تبلیغات، راجع به اینا صحبت کن و چه کارهایی رو انجام دادی؟
زمانی که تو شرکت تبلیغات کار میکردم، خب تمام کارهای فیلممون تو همون رشته تبلیغاتی بود. ولی از زمانی که من تو انگلیس دانشجو بودم با مهدی نوروزیان آشنا شدم که یکی از کارگردانهای خوب کشورمون. اون موقع البته خودش هم کارگردان نشده بود هنوز. بعدن که من اومدم دبی در سال 1993، مهدی شرکت فیلمسازی به نام جوی فیلمز درست کرد تو انگلیس که خیلی معروف شد و رشد سریعی داشت. از طریق این شرکت چند تا فیلمای سینمایی هم درست کرد که استقبال خیلی زیادی شدن از اینا تو اروپا و تو آمریکا. و تنها فیلم‌ها که غیر از تبلیغاتی بود اینا بودن. اکثر فیلم‌های دیگه که ما روش کار کردیم اینا که مهدی نوروزیان کار کرده بود، شما هم توش دست داشتید؟ نه، این قبل از اینکه من شریکش بشم در دبی. بعد که اومد یعنی شریکشوری استاف بعد که من اومده بودم دبی، اینم دنبال من رو گرفت تو دبی که شرکتمون رو تو دبی دوتایی را بندازیم به هم اسم جوی فیلمز. خیلی خوب بوده. ایده های کاریت رو، ایده های تبلیغاتیت رو از کجا میگیری؟ وقتی که من تو رشته های نقاشی و هنری هنرهای زیبا بودم، همینطور که گفتم یه کمی ننگ بود مثلا بریم تو رشته تبلیغاتی. ولی وقتی که رفتم تو رشته تبلیغات، دیدم در واقع خلاقیت اصلی تو این رشته است تا رشته هایی که ما بهش میگیم مثلا نقاشی و عکاسی و فیلمسازی. چون در واقع یک موضوعی رو باید در نظر میگرفتیم که رو اون ایده بدیم، یعنی یک دلیلی داشت. در صورتی که مثلا رشته‌های به اضافه اینکه پول هم پشتش بود، یعنی بله، ولی خب اون اوائل کسی که وارد این رشته میشه پول نیست توش. خب چون معمولا این دیده، این بخش کارهای هنری یا بیشتر به پول مرتبطه دیگه، چون کارهای دیگه عکاس‌ها، نقاش‌ها یا فیلمسازا معمولاً فیلم یا کار رو اگر احیاناً با یک کمپانی قرارداد نداشته باشن که این کار انجام بدن، کار رو می‌سازن، حالا بعداً امیدوار خواهند بود که این کار بفروشه یا توی جشنواره موفق بشه یا یک پولی حالا از طریقی به دستشون برسه. اما کار تبلیغاتی مستقیماً به پول مرتبطه، یعنی شما یک شرکتی میاد به شما یک طرحی رو میده یا یک فکری رو میده، شما روی اون کار میکنید و تبلیغات رو میسازید، پولش هم میگیرید یا قبلا گرفتید. برای همین میگم خب این پول یک اعتماد به نفس بیشتری رو به کسی که داره روی این زمینه کار میکنه میده. قبول نداری؟ نه. ممنونم. در صورتی که میشه گفت خیلی از هنرمندایی که مثلا تو رشته‌های هنرهای زیبا هستن به یه حالت تبلیغاتی دارن کار میکنن، به صورتی که مثلا تمام موضوع مثل فرم دادن به این هنرمند و کاراشه و خرید و فروش کارهای هنری خودش یک صنعتی شده. از کارهای شاخص، از کارهای مهمی که انجام دادی چیزی هست که نام ببرید؟ تبلیغاتی یا خب خیلی از کارهایی که ما انجام دادیم، من شخصا برای این منطقه خاورمیانه بوده. حتی وقتی که تو لندن کار میکردم بازارمون بازار خاورمیانه بود و خیلی از کارامون جایزای بین المللی و جایزای محلی بردن. اسمشون رو بگم حالا تبلیغشون بشه؟ ممکنه تبلیغشون بشه، ولی یعنی مثلا
اسمش رو به اسم محصول فقط میشه بیان کرد. نشون میدیم برای توی بخش مختلف برنامه. مثلا یکی از اولین فیلم هایی که درست کردیم برای شیر خشک نیدو بود که معمولا اون زمان فقط بچه ها رو نشون میدادن و طرز تغذیه شونه. ما برای اولین بار یک داستانی راجع به یک بچه‌ای که مثلا فارغ التحصیل شده ولی از زمان حال به بعد، یعنی برگشتیم به بچگیش، به دوران کودکیش. آره. برگشتیم به عقب، از حال حاضر تا به کودکیش برگردیم به چشم دید مادرش. و این یکی از فیلم‌های خیلی معروف این منطقه شد، در صورتی که الان حرف مثلا 23 سال پیش رو داریم میزنیم ولی هنوز مردم این محل این فیلم رو یادشونه و یعنی جزو زندگیشون میدونن. فیلم های دیگه که درست کردیم برای کمپانی های مثل پپسی بود که با هنرمندهای موسیقی خیلی رابطه داشتن. نانسی عجم مال پپسی نبود، مال کوکاکولا بود، نوال زوگوی بود، امرو دیاب بود، الیسا بود، از هنرمندایی که تو شرکت‌های کشورهای عربی معروف بودن اینا بودن. با اونا خیلی کار کردیم و اصول کارهای فیلم های تبلیغاتیمون واسه شرکت های بین المللی مثل همینا بود، یونیلیور، نسل، پپسی. بسیار خوب دوستان و عزیزان، همراه ما باشید. همچنان در ادامه برنامه و مصاحبه در خدمت علی آزرمی خواهیم بود. در ادامه مصاحبه با علی آزرمی هستیم، کارشناس تبلیغات و فیلمساز، نقاش، عکاس، یه همه کاره دیگه. همه کاره. یک سوالی ازت میپرسم، مثلا ربطی به کار و زمینه هنری و زمینه کاری خودت نداره. به نظرت تفاوت زن و مرد چیه؟ آیا تفاوتی وجود داره؟ از زمین تا آسمون. از زمین تا آسمون. بسیار عالی. تفاوتشون از لحاظ انسانیت تفاوتی که نیست، ولی از لحاظ طرز فکر، از لحاظ احساسات فرق زیادی دارم. اساسی داریم، بله. نسبت به حقوق زنان مسئله کدوم بهتر و کدوم بیشتر و کمتر نیست، ولی فرق هست. خیلی مردها هستن که اگه زنشون موفق باشه، زنشون یعنی نسبت به اونا موفق تر باشه. دقیقاً. خوششون نمیاد. بله. برخورد داشتی طالب با این آدما؟ حتما هستن، ولی شخصا من ترجیح میدادم خانم من موفق تر از من بود که من لازم نبود کار کنم. میگن ما ایرانی ها خیلی آدم های شوخی هستیم، خیلی هم شوخی میکنیم، بله. خیلی هم شوخ طبعیم، از قدیم الایام هم توی فرهنگ و ادبمون بوده، بله. اما تحملش رو یه خورده نداریم. اگه کسی با ما شوخی کنه ممکنه با پشت دست همچین از خجالتش داریم. حالا شاید توی این مصاحبه زیاد نمایان نباشه، ولی شوخی در ذات منه و در نویسندگیم و در رفتارم هیچ وقت جدی و رسمی نبودم. البته به نظر من که از علی آزرمی جدیتر من مهمون نداشتم. میگه من شوخم، ولی خدایی از اول برنامه تا آخر برنامه از آخه واقعیت ندادی به من که من شوخی کنم. هی رفتی تو کوک. میخواستی پشم رو میز برقصم.
سوالای فنی و کاری کردی که من نتونستم. به هر حال علی آذرمی مهمون خوب برنامه‌مون بود. خیلی لطف کردی اومدی و با ما شوخی نکردی و خیلی جدی بودی. محبت کردی. قربونت برم. امیدوارم که موفق باشی. دوستان و عزیزان در ادامه برنامه چند شنبه در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید. یه بخش نتورک ایجاد داریم که همونطور که از اسمش پیداست کاملا مربوط به نتورک دیگه، شبکه‌های اجتماعی. هر چیزی که شما در رابطه با این برنامه توی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام با ما به اشتراک می‌ذارید. یکی از دوستان که فکر می‌کنم البته تقریبا میشه گفت تمام این دوستانی که نظر دادن نسبت خانوادگی دارن، فکر می‌کنم با هرکول پوارو و خانم مارپل. یکی از دوستان فرموده بودن که انقدر گوشتو نخارون. واقعا من اگر توی گوشم خونه مورچه‌ام بود انقدر نباید میخارونده بودم، میخاروندمش. در واقع این گوشی منه خب که کارگردان عزیزمون با من در تماس باش. من این رو توی گوشم سفت میکنم چون سوراخ گوشم تنگه. این گوشی توی گوشم بای نمیسه، هی میپره بیرون، هی من مجبورم با انگوش بکنمش تو. مطمئن باش که گوش من اونقدر خارش نداره. این از این. ولی ممنون بابت نگرانید بابت گوش من. یکی از دوستان دیگه فرموده بودن که خیلی هم کارشناسی این قضیه رو مطرح کرده بودن، یعنی یه جوری مطرح کرده بودن که اگر مثلا اسمشو نمیدیدی فکر میکردی جورج لوکاس مثلا نوشته این رو. فرموده بودن که این خنده های مصنوعی حتی در برنامه های کمدی آمریکایی هم استفاده نمیشه و معنی و مفهوم خودش رو از دست داده. من نمیدونم معنی خنده مصنوعی یعنی چی، یعنی در واقع میشه گفت اینا که اینجا نشستن برگ چغندر هستند و خنده هاشون مصنوعیه یا واقعا نمیخندن. بچه یه حقانیتی، یه حرکتی از خودتون به نظر من واقعا اینا مصنوعی هست. حالا ما چون تو دوربین یعنی ما چون تو دوربین نشون نمیدیم اینا مصنوعی هست. داخل من چی بگم؟ جورج جان، جورج لوکاس جان، جورج جان. اینم از آقا جورج که فرموده بودن که این خنده های مصنوعی اعتبار خودش رو از دست داده و حتی در فرند هم، فرندز در واقع سریال دوستان هم که یکی از سریال های محبوبه، گفته بودن که از قرار نذارید این رو. این سریال و خیلی از سریال های دیگه که به این سبک ساخته میشه و اسمشون سیدکامه در حضور تماشاچی ضبط میشه، ممکنه به صورت زنده برگزار نشه ولی در حضور تماشاچی ضبط میشه بعضی از قسمتاش. محض اطلاعاتون میگم آقای جورج لوکاس، ببخشید شما کارگردان جنگ ستارگان بودیم و فیلم های دیگه من نباید به شما این چیزها رو بگم، ولی خب حالا یادآوری کردم دیگه. یکی دیگه عرض کرده، ببخشید فرموده بودن، من میخوام عرض کنم خدمتشون که گفته بودن کرواتت گنده نیست برات. من خودم شخصا کروات معمولا گنده نمیشه، اصلا کلا لباس گنده نمیشه. لباس یا گشاده یا بزرگه یا تنگه یا کوچیک، گنده نمیشه. کروات هم که کلا یه سایز بیشتر نیست. گرهش ممکنه گره درشت باشه حالا یا گره بزرگ باشه یا کوچیک، ولی به هر حال من فکر میکنم سایز کرواتم گنده نیست برام و اندازه است دیگه. اینم بحث کروات. اینا ببین اینا خیلی هوشمندانه مطرح شده این سوالات ها، پشت این سوالاتی که دوستان مطرح کردن در این برنامه به این عظمت ما تولید کردیم، این چیزایی که از توش در آوردن واقعا هوشمندانه است. من واقعا برای حداقل سه روز انگشت به دهان داشتم فکر میکردم که من باید چی جواب بدم. یکی دیگه از دوستان فرموده بودن که چرا این برنامه رو تو شبکه‌های دیگه پخش نمی‌کنید؟
این دوست عزیز در واقع بنده رو با هندوونه فروش و برنامه رو هم با وانت هندوونه اشتباه گرفته بود که من مثلا چرا از میدون ونک نمیان ترجیش مثلا هندوونه بفروشی؟ یا مثلا چرا نمیدونم باقی من جواب بدم من اینو؟ خیلی یکی دیگه دوستان فرموده بودن که چرا انقدر تکرار داره این برنامه؟ یعنی تو هر روز نشستی تکرار این برنامه رو نگاه کردی؟ خب تو که دیدی پاشو برو به کارهای دیگر برس. ما این تکرارها رو گذاشتیم واسه کسایی که به دلیل قطعی ماهواره، قطعی برق، قطعی آب یا قطعی چیزهای دیگه موفق نشدن این برنامه رو ببینن و مشکل داشتن در زمانی که این برنامه پخش اصلیش بوده. برای همین تکرارها رو گذاشتیم تو ساعت‌های مختلف روز که مردم بالاخره این جمعیت عظیمی که بیننده هستن یه تعدادش ممکنه نبینن دیگه، ببیننش اینو در یک ساعتی. حالا من نمیدونم که تو از صبح تا شب پای تلویزیون خوابیده بودی که ما هر وقت که تلویزیون رو در واقع روشن کردی داشتیم اینو نشون میدادیم. خب کار نداری تو، زخم بستر میگیری، بلند شو عزیز دلم، برو به کارهای دیگه برس. یه بخش جالبیجات براتون دارم که قراره تو این بخش جالبیجات هر چیزی که به نظر من، به نظر بچه‌های نویسنده، بچه‌های برنامه جالبه رو بهتون معرفی کنیم. از ویدیوهای مختلف بگیر، ویدیوهای خونگی، ویدیوهای آماتور، ویدیوهای تبلیغاتی، هر چیزی. حالا در برنامه این هفته من تصمیم گرفتم یه ویدیو رو به شما نشون بدم در رابطه با رانندگی، چون به هر حال راجع به این قضیه صحبت کردیم امروز. جف گوردون، قهرمان رانندگی مسابقات نسکار، چهره معروفی است در زمینه رانندگی، مخصوصا در این فرمت یا در این شکل رانندگی نسکار. میره سراغ یک فروشنده اتومبیل، یک نمایشگاه ماشین با یک ظاهر گریم کرده و تغییر داده شده که نشناسنش و یک دوربین هم همراهشه، حالا توی قوطی نوشابه‌شه یا نمیدونم، حالا به هر حال دوربین داره. میره سراغ این فروشنده و بهش میگه که من دنبال یک ماشین کورسی و اسپورت میگردم و طرف رو و باش شروع میکنه صحبت کردن. اونم که میبینه که خب این آدم ساده ایه و میخواد بخره، هر جوری که شده میخواد فروش کنه دیگه ماشین رو در پاچه جف جان. برای همین هیچ جوری بهش نمیگه که این ماشین یه خورده ممکنه رانندگیش برای تو سخت باشه و نه و اینا، میگه عالیه، تو یه بار بشینی پشت فرمون این ماشین کلی ممکنه عاشقش بشی. برای همین تصمیم میگیره که بهش یک دور امتحان ماشین رو پیشنهاد بده، بهش بگه که تست رانندگی بکنه با ماشین. میشینم پشت ماشین و با تصور فروشنده که قراره تا 10 متر جلوتر این 8 بار خاموش بکنه سوار ماشین میشن. اما باقی ویدیو رو خودتون ببینید. Oh yeah. What a car. Well, we better buckle up. Yeah, good call. Power. Power door locks. Standard, of course. You are liable for any damages to the vehicle, so please stop the car. Slow down. Slow down. You can't go through that gate, Mike. Stop. You're gonna wreck this car. You're liable for it if you wreck it. Mike, stop the car. Stop the car right now. Shut up here. Yeah! Who the f*** do you think you are?
What do you mean? I'm calling the cops. No, no, you don't understand. It's not what you think. I'm calling the cops. It's not what you think. No, it's just a prank. We're just having fun. Look, this is a camera. Here's a camera. There's cameras. Look. اینو بهش میگن قضاوت عجولانه. آدم عجولانه که قضاوت نمیکنه که در مورد رانندگی یه نفر. آدم باید چشمشو خوب باز بکنه. حالا در برنامه‌های بعدی ویدیوهای دیگه‌ای هم براتون در نظر داریم. چیزای جالب دیگه‌ای رو هم بهتون معرفی میکنیم. همراه ما باشید در ادامه برنامه. اما میریم سراغ اسپانسر برنامه و سوالی که برای این هفته مطرح کرده تا به یکی از دوستان و بیننده‌ای که میتونه جواب درست رو بده این جایزه رو اهدا کنه، جایزه $1,000 رو. بریم ببینیم سوال چیه. یکی از جوایزی که ICM کپیتال در سال 2013 دریافت کرده را نام ببرید و برنده قسمت اول برنامه مهدی فتاح‌حسینی. ایشون دو هفته فرصت دارن تا مدارک لازم رو ارائه بدن و جایزه خودشون رو دریافت کنن. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. موضوع زن و مرد و تفاوتاشون تموم نشد. ما هفته دیگه هم راجع به همین قضیه صحبت میکنیم. در واقع اون تصور ما که زن و مرد هیچ فرقی با هم ندارن دروغ از آب در اومد، اشتباه از آب در اومد و معلوم شد که خیلی فرق دارن، که حتی توی برنامه هم جا نمیشه. ما مجبوریم دو برنامه راجع به صحبت بکنیم. و یه نکته دیگه ای هم از اول برنامه میخواستم بگم ولی گفتم بذارم آخر برنامه بگم که دردسری واسه هم ایجاد نشه. قبلش بگم که عکس، فیلم و نظراتتون رو برای ما توی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام حتما به اشتراک بذارید. ما ازشون استفاده میکنیم، به خدا قول میدم. هشتگ چندشنبه، هشتگ سینا ویلچ و هشتگ فارسیوان تیوی رو فراموش نکنید. اسم بند رو هم خودم انتخاب کردم آخرش، چون اسمای شما به درد نمیخورد. اسم بند رو به دلیل اینکه اگر از پریز برق نکشیشون یه بند میزنن گذاشتم یه بند. جدی نگیریم.